خون آلوده به فرد HIV هست که در واقع مثل سرنگ و تیغ مشترک و خالکوبی و سوراخ کردن گوش با سوزن مشترک. همه اینها میتونه باعث انتقال ویروس HIV بشه. اما دوستان من، از مادر آلوده به جنین میتونه در زمان بارداری، زایمان و شیردهی خب این ویروس به عرض کنم که در واقع جنینش منتقل بشه. اما در مورد مایعات بدن، بچه ها مایعات بدن میتونن مثل مایعات منی، مثل مایع واژینال حاوی ویروس باشن و این ویروس میتونه به فرد در واقع بعدی منتقل بشه. اما عدم انتقال بیماری، بچه ها مواردی که در واقع با این عوامل نمیشه ویروس رو منتقل کرد، دست دادن هست، روبوسی هست، نیش حشرات و آب و غذای آلوده و راه‌های اثبات نشده در انتقال مثل اشک و عرق و ترشحات بینی و بزاق و خلط و ادرار و مدفوع، اینا هم اثبات نشده که آیا میتونن ناقل باشن یا نه. خب اما بریم سراغ حساسیت. بچه‌ها دستگاه ایمنی به همه مواد خارجی خب پاسخ نمیده، یعنی به هر چیزی پاسخ نمیده. مثلا یک سری ما میکروب داریم مفید هستن در دستگاه گوارش ما که به اینها پاسخ، دستگاه ایمنی به اینها پاسخ نمیده. به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل‌های خارجی بهش میگن تحمل ایمنی. تعریفش خیلی مهمه. تحمل ایمنی چیه؟ میگه آقا جان دستگاه ایمنی در برابر هر عامل خارجی پاسخی از خودش نشون نمیده، عکس العملی نشون نمیده، پس بنابراین به این مورد میگن تحمل ایمنی. دوستان در اطراف ما مواد مختلف حضور دارن که دستگاه ایمنی نسبت به اونها تحمل داره، اما در برخی از افراد ممکن است این منجر به یک پاسخ ایمنی بشه. در برخی از افراد ممکن است این مورد باعث یک پاسخ ایمنی در اون فرد بشه. ماده که باعث در واقع حساسیت میشه بهش میگن حساسیت زا. ماده که باعث ایجاد حساسیت میشه بهش میگن ماده حساسیت زا. و در پاسخ به ماده حساسیت زا بچه ها هیستامین از ماستوسیت ها و بازوفیل ها ترشح میشه. پس در آلرژی، در حساسیت ما ترشح هیستامین رو داریم. هیستامین از کجا ترشح میشه؟ از ماستوسیت و بازوفیل ترشح میشه. علایم شایع حساسیت قرمزی و آبریزش از بینی هست. اما میریم سراغ بیماری های خود ایمنی. در بیماری خود ایمنی بچه چه اتفاق میفته؟ یاخته های خودی به عنوان عامل بیگانه تلقی میشن به وسیله دستگاه ایمنی و براشون پاسخ ایمنی بروز میشه. یعنی دستگاه ایمنی ما نسبت به اون عوامل خودی پاسخ ایمنی ایجاد میکنه، مثل دیابت در واقع نوع یک. در دیابت نوع یک دستگاه ایمنی ما به یاخته های تولید کننده انسولین تو جزایر لانگرهانس حمله میکنه و باعث در واقع از بین رفتن اونها میشه، میزان انسولین در بدن من کم میشه. اما مالتیپل اسکلروزیس یا همون بیماری MS، دستگاه ایمنی به میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع حمله میکنه و میلین از بین میره. بدین ترتیب در ارتباط دستگاه مرکزی با بقیه بدن اختلال ایجاد میشه. بچه در بیماری MS یاخته پشتیبا مورد حمله قرار میگیره. میلین ساخته نمیشه، میزان میلین کم میشه، سرعت هدایت پیام عصبی کم میشه، در نهایت سرعت انتقال کم میشه و سرعت پاسخگویی دستگاه عصبی مرکزی با در واقع ارگانهای بقیه بدن دچار در واقع اختلال میشه. اما میریم سراغ ایمنی در جانوران. بچه همه جانوران ایمنی غیر اختصاصی رو دارند خب، اما ایمنی اختصاصی اساساً و اصولاً در مهرهداران وجود داره. در بیمهرگان سازوکارهای مشابه ایمنی اختصاصی وجود داره. در مگس میوه مولکولی کش شده که میتونه به صدها شکل مختلف در بیاد و آنتیژن های مختلف رو شناسایی کنه. عرض کنم خدمت شما که
یک سری در واقع قید مهم هست که برای شما اینجا بگم. پوست فقط یک سد دفاعی ساده نیست، ترشحات مختلفی گفتیم داره، مثل اشک و مثل در واقع عرق و اینا.